اونی که انسان رو گرفتار و بیچاره می کند دو پایگاه دشمن است که در کشور ما پایگاه زده، همینجور که اسرائیل و امریکا در هر جا پایگاه نظامی دارن، ما یه بدبختی اونجا هستن و شرارتشون رو از اونجا تأمین میکنن و میتوانن آسیب به ملت ها برسانن. شیطان هم دو پایگاه در وجود ما داره، یکی شهوت هست و دیگری غضب. دوم که مشکل عمده جامعه جوان ماست بحث شهوت، طبیعی هم هست. یه جوان وقتی سنش رسید دو این سن و سال، قوای شهوانی طبیعتا تحریک میشه. توصیه چیه؟ نخستین توصیه این هستش که این غریزه خفته رو بیدار نکنید. دست خودش نیست. چرا دست خودش نیست؟ چیکار این غریزه خفته با فیلم های مبتذل بیدار میشه، با سایت های مبتذل بیدار میشه، با نشستن پای صحنه های محرک بیدار، با نگاه به نامحرم، با نگاه به زنان بدحجاب، با دوستی های ناشایست با رفقا و شهوت انگیز بودن رفاقت ها تحریک میشه، با تنها ماندن، با به خود اندیشیدن تو بحث گناه، با اینا تحریک میشه دیگه. و لذا بعضی از دوستان جوان سوال میکنن، آقا مبتلا به بعضی گناهان هست، گناهانی که جنسیه و شخصی هم هست، پای کسی تو کار نیست ولی خودمون مبتلا هست. ما توصیه هم اینه آقا تنها نمانید، فکر نکنید، جایگزین مناسب پیدا کنید. جوان عزیز، طبیعی جوان که غذاهای خوب بخوره، دائما استراحت بکنه، کار و فعالیت و ورزش هم نداشته باشه، پای صحنه های حرام هم بنشینه، تحریک میشه. من باشه. نمیتونم تو این برنامه همه چیزو بگم برای بینندگان، یعنی جاشم نیست، مورد اعتراضم واقع خواهم شد، ولی مواردی داریم ما گاهی توی خونه ها فاجعه ارتباط های نادرست گاهی با نزدیکترین افراد پیش اومده. بالاخره این باید توجه بشه. مادران تو خونه مواظب باشن توی لباسشون، خواهرها دخترها مواظب باشن توی پوشششون، در روابط خواهر و برادر خانواده ها دقت داشته باشن. اینا رو حالا دیدیم، مطالبی است که ما مجبوریم توی لفافه بگیم برای این جوان عزیز و امثال اون. پس این جوان نگذاره این شهوت تحریک بشه، به عواقب اخرویش هم فکر کنند. بالاخره چقدر گناه بزرگی، بوی تعفن فرد زناکار اهل محشر رو آزار میده. کسی که خدای نکرده دچار معصیت های همجنسگرایی بشه یا خود ارضایی بشه، چقدر گناه بزرگی که فرشته ها نفرینش میکنن، زمین و زمان نفرینش میکنن. به آثارش هم فکر کنه دیگه. بالاخره ما یه عامل بازدارنده مونم قیامته، یا عامل بازدارنده قیامت. آقا شما اگه مرتکب این گناه شدی، این آثار منفی خواهد داشت. بسیار خیلی ممنون، متشکرم.